همینان عزیز، این سومین برنامه است از سری برنامه هایی که به بررسی تاریخچه و چگونگی پیدایش روحانیت شیعه و آخوند اختصاص داده ایم. در ابتدای برنامه نخست و همچنین در ابتدای برنامه دوم اشاره کردم که تا پیش از انقلاب اسلامی و حکومت ولایت فقیه آشنایی بیشتر ایرانیان با واژه آخوند از راه شرکت در مراسم عقد و عزاداری یا رفتن یک شب به مسجد بود. کمتر کسی صدا و خبری از آیات عظام و حجج اسلام می شنید. اما امروز پس از نزدیک به 40 سال حکومت دینی، هم رهبر این حکومت امامه به سر است و هم رئیس جمهوران، این پرسش در ذهن همگان شکل گرفته که این همه آخوند، این همه مجتهد، این همه فقیه و این همه دستار بر سر از کجا پیدا شدند، از کجا آمدند. جناب آقای امینی، درود بر شما. درود فراوان بر شما. آقای امینی، بفهم. هفته گذشته در باب اینکه ایرانیان چگونه اندک اندک شیعی شدند سخن گفتید، ولی هیچ نگفتید که آیا ایرانیان به عقاید دیگری هم فکر میکردن، پیوسته بودن به اون عقاید، چگونه بوده؟ جناب بحری، نخست اینکه ایرانیان اندک اندک شیعه نشدند، نه ایرانیان اندک اندک مسلمان شدن، نه اندک اندک زرتشتی شدن و نه اندک اندک شیعی شدن. زرتشتی شدن بیشتر ایرانیان پس از این بود که پایه‌گذار دولت ساسانی آیین زرتشتی رو در ایران رسمی کرد. می‌دانیم که آیین‌های دیگری در ایران در میان ایرانیان در هنگام وجود می‌داشته، ولی آیین زرتشتی رسمی شد. سپس اعراب مسلمان با شمشیر به ایران آمدند و ایرانیان رو مسلمان کردند و سرانجام هم شاه اسماعیل صفوی به ضرب شمشیر ایرانیان رو شیعه کرد. ایرانیان اندک اندک به هیچ باور ایمانی یک باره نپیوستند و اگر درست هم باشد، همین است که شما با میگویید، یعنی مردم باید اندک اندک از راه آموزش به آیینی و مذهبی بپیوندند، ولی این در تاریخ ما نبوده و هر بار هم که کوششی شده برای اینکه کسانی به یک آیین تازه بپیوندند، مثلا در دوران ساسانیان کسانی که پیروی از آیین مزدک یا مانی می‌کردند از اونها کشتار، سرکوبی روی داده، یا در دوران اسلامی هر کس که به یک زاویه‌ای از آیینی به جز آیین رسمی می‌پیوست اونها رو سرکوب می‌کردند. پس از چیرگی شیعه‌گری در ایران هم هر شاخه دیگری که در ایران به وجود آمد، از جمله حتی زیدی ها رو سرکوب کردند و یا آیین بابی رو با کشتار و سرکوب از میان بردند و بهائیان رو که امروز هم می‌بینیم که چه بلایی بر سر اونها می‌آید. گرفتاری بزرگ این ایمان دولتی در این است که وقتی ایمان و باور دینی دولتی می شود، دمار از روزگار آزادی اندیشه بر می دارد. این نکته‌ای که شما گفتید پیوند دارد با یک پرسشی که یکی از همیهنان در پیامد گفتگوهای دو هفته پیش ما نوشتند و بسیار جای درنگ دارد، یعنی با تیزبینی رو عنوان کردند که آیا در اون دورانی که این چهار نایب یا نایبان چهارگاه گانه نواب اربعه که چند تن از اونها ایرانی هم بودن ولی مهمترین اونها نوبختی، اینها در حال برحال گردآوری برنامه و اندیشه برای دامن زدن به این فکر امام ناپیدا بودند و پس از اون انگامی که گروه دیگر از ایرانیان فقیه و محدث این کتاب‌های چهارگانه شیعی کتب اربعه را می‌نوشتند و یا گروهی از اونها کتب
سبعه رو کتب هفتگانه، کتاب های هفتگانه اهل سنت رو فراهم می کردن، آیا در میان ایرانیان همه مسائل به این نوع حدیث و روایت محدود می شده یا فکر و اندیشه دیگری هم وجود می داشته؟ جالب اینجاست که این اندیشه های پایه‌گذاری فکر پیدایش یک ساختاری به نام روحانیت شیعی در دورانی روی می دهد که ما در ایران و در این سپهر فرهنگی سیاسی ایران شاهد یک جنبش بزرگ نواندیشی هستیم. از زمانی که مأمون پایگاه فرمانروایی خودش رو به خراسان برد و در خراسان درگیری های دیدگاهی میان کسانی که باورمند به دین های گوناگون بودن و یا باورمند به شاخه های مختلف اسلامی بودن رو اینها رو برگزار میکرد، ما با یک نوع بردباری دینی در اون هنگام در دوران فرمانروایی این بخش از خلفای عباسی روبرو هستیم. این دوران درخشان تاریخ و فرهنگ ایران تا نزدیک 100 سال پس از پایان دوره سامانی ادامه پیدا کرد و در این دوران است که ما فارابی و پور سینا و بیرونی و خیلی های دیگر رو داریم. در واقع ما با دو چالش تاریخی در این دوران روبرو هستیم. یک کوشش بسیار پرارج، بسیار ارزشمند که در این دوران فردوسی رو زاده و در این دوران پور سینا رو به وجود آورده و در این دوران است که در گوش و کنار ایران فکر و اندیشه و آزاداندیشی تا حدود زیادی در زمینه‌های گوناگون به پیدایش دانش‌ها می‌انجامد. ما از پایان سده دوم یا از میانه سده سوم، آغاز سده سوم تا چند شاید 50 سال آغاز دوره غزنوی با اون روبرو بودیم. در کنار این هم ما با یک کوششی روبرو هستیم که این کوشش سرانجام به پیدایش این دستگاه فکری شیعی در ایران می انجامد که با این نوشتن 4 کتاب فقه روایی شیعی آغاز می شود و کتاب های دیگری هم در این زمینه نوشته می شود. بیشتر اینها بیرون از حوزه جغرافیایی اون زمان ایران بوده، یعنی بیشتر اینها ایرانی تبار بودند و از یا خب کسانی مانند کلینی در ایران زندگی می کردن و گاه هم به بغداد و نجف می رفتن، ولی بیشتر اینها در بیرون از حوزه جغرافیایی سیاسی ایران اون زمان در دستگاهی که زیر سایه خلافت بوده و یا در دمشق و در جاهای دیگری زندگی می کردن، یعنی اون موقع البته دمشق بهش می گفتن. ولی روی هم رفته ما با دو چالش در این دوران روبرو هستیم. چالش برای سازمان دادن به یک جریان مذهبی نیرومند یعنی آیین شیعی و پدیدار ساختن دستگاه فقهی و کلامی این آیین، و دیگری یک کوشش ارجمند در راه گسترش دانشها و فلسفه و اندیشه که بزرگان بسیار نام‌آوری را از خودش به جای نهاده و در دنیا از اونها به نیکی یاد می شود. این است که نه ما با یک دوره سیاهی در این دوران روبرو نیستیم، ولی باید به این دوران اندیشه خرافی هم پرداخت، زیرا این اندیشه های خرافی در سالهای پس از اون دوران، بسیاری پس از اون دوران بنیاد برخی از دیدگاه های حکومتی در ایران می شود، از دوره صفوی و قاجار بگیریم تا دوران جمهوری اسلامی. آقای امینی، پیش از آغاز بخش سوم از شما درخواست میکنم که اگر صلاح میدونید اشاره ای کنید به دو برنامه گذشته که چه نکات اصلی را در آنجا بیان کردید. به داوری من 3 نکته اصلی در دو برنامه گذشته وجود می‌داشت. نخست این است که آغاز پیدایش مشروعیت روحانیت شیعه به دو موضوع برمیگردد. یکی پدیده‌ای به نام امام ناپیدا که یک دوران غیبت صغرا و سپس غیبت کبرا داشته و در دوران غیبت کبرا بناست از راه
بزرگان دین با مردم سخن بگوید و دیگری موضوع خمس و سهم امام که بخشی از درآمدی که به پیروان این آیین، یعنی درآمدی که اینها داشتن، باید به امام پرداخت می شده که البته امام هم در میان نبوده، بنابراین باید به آنهایی که پیوند با امام بودند، یعنی آخوندهای یا نیاکان آخوندهای امروز ما پرداخت می شده. نکته دیگری که اشاره کردم این است که ایران پیش از دوران صفوی ایران شیعی نبوده و آیین شیعی در ایران آیین اندکی به شمار می آمده و آیین روی هم رفته محدودی به شمار می آمده و در میان بخش کوچکی از ایرانیان یا باشندگان فلات ایران نفوذ داشته. شاید کمتر از 10 یا 15% مردم فلات ایران در اون هنگام به آیین شیعی باور داشتند. سومین مسئله‌ای که اشاره کردم در این بوده که پای نهادن این پایه‌گذاری این اندیشه فقه امامی که از امام جعفر صادق آغاز می شود، سپس با نوشتن این کتب اربعه یا کتاب های چهارگانه از سوی 3 نفر و سپس پرداختن به اونها از سوی شاگردان اونها آغاز می شود و اینها نطفه پیدایش ساختار روحانیت شیعی در ایران و در میان شیعیان هستند. آقای امینی عزیز، با توجه به توضیحاتی که دادید به نظر میرسه که تا پیش از به قدرت رسیدن شاه اسماعیل و بنای دولت صفوی شمار شیعیان در ایران محدود بوده و این از دوره صفویه که 12 امامی ها به حال وسعت میگیره کارشون و شمار آخوند و فقیه و محدث و مدرس در ایران زیاد میشن. آیا پیش از فراز شاه اسماعیل، به قدرت رسیدن شاه اسماعیل به پادشاهی در ایران، مراکز یا شهرهای شیعه نشین در ایران یا فلات ایران وجود داشته و اگر وجود داشته میزان نفوذ این آیین در میان مردم ایران تا چه اندازه بوده؟ مثلا شهرهای بزرگ آن زمان مانند شیراز، اصفهان، تبریز، آیا اینها شیعه نشین بودن یا پیرو اهل سنت؟ یه اشاراتی کردید در بخش پیشین. بله، خوشبختانه ما تاریخ نگاری ها، گزارش های پژوهشگران بسیاری در دست داریم که گواهی بر این است که بیشتر شهرهای بزرگ ایران در اون هنگام شیعه نشین نبودن. در مرکز ایران، در بخش‌های مرکزی ایران، شهرهای مانند کاشان و تا حدودی نایین و روستاهای پیرامون اون شیعه نشین بودند. حتی قم شیعه نشین نبوده. سالهای پس از اون رفته رفته شیعه نشین شدند. ری که یکی از شهرهای بزرگ ایران بوده، اینها باطنی اسماعیلی بودند. شیعه به شمار می آمدند ولی شیعه 12 امامی نبودند. در بخش های شمال ایران، در طبرستان و در بخش های از گیلان، زیدی ها خیلی پایگاه داشتند و اینها هم سپس سرکوب می شوند. در بخشی از گیلان یک خاندان شیعی برای دوران درازی تا سالها پس از پادشاهی شاه اسماعیل فرمان روایی داشته و اینها شیعه 12 امامی بودند. یکی از خاندان های کوچک فرمان روا بر بخشی از ایران که شیعی بوده خاندان کارکیایی است که شاه اسماعیل هم در نزد اینها پرورش پیدا میکنه. در شهرهای خراسان بزرگ از سبزوار به عنوان شهر شیعه نشین یاد میشود و هرات هم که بعدها میگویند که شهر بزرگ شیعه نشین شده و امروز هم هنوز بخشهایی از اون شیعه نشین هست، اینها بر پایه گزارش های تاریخی که در دست داریم و گزارشگران، چندین گزارشگر تاریخ، چندین آدم های به راستی میتوان گفت صاحب نام در این باره نوشتن، اینها بیشتر شهرهای خراسان بزرگ اینها اهل سنت بودند، بزرگان
این شهرها سنی بودند. در شهرهای بزرگ جنوب ایران، مرکز و جنوب ایران، اصفهان و شیراز، باز بر پایه گزارش هایی که از کشورگشایی و شهرگشایی های شاه اسماعیل در دست است، شیراز یکی از شهرهایی بوده که تقریبا همه بزرگان دینی اون اهل سنت بودند و اصفهان هم به همچنین. کمتر شهر بزرگی در ایران بوده که اینها پایگاه اهل سنت نبوده باشند. و در مورد تبریز که پایگاهی است که خود شاه اسماعیل از اونجا سربلند میکند، یعنی پایتخت خودش میکنه، یعنی بر تبریز در 14 سالگی چیره میشود، باز بر پایه گزارش های کسانی که پیرامون شاه اسماعیل بودند یا تاریخ نویسان دوره شاه اسماعیل از جمله حسن روملو و دیگران در احسن التواریخ، دست کم دو سوم جمعیت تبریز اهل سنت بوده و بیشتر شهرهای آذربایجان جز اردبیل و پیرامون اون اینها اهل سنت بودند. و این است که درسته که شاه اسماعیل آقای امینی 600 هزار نفر در تبریز رو کشت از سنیان. ببینید، ما ایرانی ها با شماره رابطه خیلی نزدیکی نداریم. شاید هم بشه رابطه خوب داریم. مانند این است که میگویند مغولان 2 میلیون نفر رو در نیشابور کشتار کردن. شهر منهاتان در نیویورک نزدیک 3 یا 4 میلیون جمعیت داره با اون ساختمان های آسمان خراش. حالا تصور این که شهر نیشابور در اون هنگام که خانه ها بیشتر از 2 طبقه نداشته 2 میلیون جمعیت داشته باشه به دور از راستی است، یعنی نمیتوان پذیرفت. تبریز شاید در اون هنگام شاید 200 هزار جمعیت داشته، بنابراین 600 هزار نفر از اونها رو نمیتوان کشت. در همون 2-3 هفته نخست فرمان روایی بین 20 تا 30 هزار نفر رو در تبریز کشتن. در این که کشتار در تبریز روی داده کاملا درسته، ولی ما ایرانیان خیلی دوست داریم چند تا صفر مقابل رقم ها اضافه کنیم، چون فکر میکنیم این شمار کشته شدگان کافی نیست برای اینکه ما رو به رنج در بیاورد. ولی به راستی باید گفت که در اون دوران کشتار زیادی شده. ولی بازگردم به پرسش که مطرح کردید، بیشتر مردم ایران در اون هنگام اهل سنت بودند، شیعه نبودند. آقای امینی، پس جا داره در اینجا بپردازیم به چگونگی شیعی شدن ایرانیان در اون زمان. زنده یاد کسروی در نوشتاری به نام شیخ صفی و تبارش که میگن یکی از بررسی های تاریخی درخشانه، منکر شیعی بودن خاندان صفوی شده و می نویسد که شیعی شدن این خاندان اهل سنت بیشتر پایه سیاسی داشته تا دینی. ممکن است در این مورد توضیح بدهید؟ بله، در این دیگه جای گفتگو نیست که این خاندان شیخ صفی رو براش ساختن، یعنی کسانی که از هواداران و جانشینان و از خاندان شیخ صفی بودند، ابن بزاز به ویژه، او در واقع این تاریخ خاندان شیخ صفی رو درست کرده و کسروی یکی از برجسته در این کارهای نخست او همین بررسی خاندان شیخ صفی است که 500 سال ایرانیان پذیرفته بودن اینها شیعه مذهب. آشکار کرده که و دیگران هم امروز این رو آشکار کردن، پژوهش‌هایی که پس از او انجام شده، که خاندانی بودن کردتبار که نیاکان اونها از کردستان به اردبیل کوچیدند و اینها اهل سنت بودن، شافعی مذهب بودند و خود شیخ صفی هم شافعی بوده و یکی از نوادگان او که به هر حال از تبریز حیدر میرزا بود. بله، حیدر میرزا. مثل این که حیدر میرزا از ایران بیرون رانده شده بود. حالا میگم چرا. او در واقع بنا به مصلحت سیاسی شیعی رو، پرچم شیعیگری رو برمی‌افرازد. در دوران پس از شیخ صفی و پیش از آمدن شاه اسماعیل به ایران و صفویان، در
در این پهنای ایران دو خاندان ترکمان، دو اتحادیه ترکمان با یکدیگر برای چیرگی بر ایران رقابت می‌کردند. آقایونلو و قراقایونلو، سپید گوسفندان و سیاه گوسفندان. یکی از اینها شیعه مذهب بود و دیگری اهل سنت. گروهی که چیره می‌شود و گروه دیگر رو شکست می‌دهد، به ویژه در دوران یکی از بزرگان این خاندان که میتوان گفت حسن بزرگ درازه، بله حسن درازه قد دراز، و این خب نیای شاه اسماعیل هم هست، چون خواهر او همسر پدر شاه اسماعیل شده. بعد ماجرا خیلی پیچیده تر از این حرفاست که در این برنامه بگویم. او در واقع در دوران پیش از او حیدر رو از اردبیل بیرون میرانند برای اینکه نفوذ زیادی داشته. البته جالب اینجاست که شاه شیعه مذهب حیدر رو از تبریز بیرون میرانه، نه پادشاه، نه اوزون حسن. و او هنگامی که به دیار بکر میرود و در این آناتولیه امروز، در ترکیه، بخشی از ترکیه امروز، در اونجا بوده، در میابه که بیشتر خاندانهای عشیرهی ترک این منطقه شیعه هستند و خیلی علاقمند به این دستگاه عرفانی نیای او شیخ صفی‌الدین اردبیلی. این است که به آیین شیعه روی می آورد و می شود رهبر اونها و خدای اونها، در واقع مراد اونها. و به این ترتیب شاه اسماعیل هم در یک خاندان شیعه زاییده می شود. ولی روی هم رفته باید گفت که این شیعه شدن یک پدیده مصلحت سیاسی بوده. در مورد اینکه چگونه ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدند، من فکر میکنم یکی از بهترین نوشتارها در این رابطه همین کتاب احسن و تواریخه که همین حسن روملو در این باره گفته. میگوید که هم در اوائل جلوس امر کرد که خطبای ممالک اشهد ان علی ولی الله را و حی علی خیر العمل را که از آمدن سلطان طغرل بیگ، یعنی سلطان سلجوقی، تا جلوس شاه اسماعیل 528 سال است از بلاد اسلام برطرف شده بود، در نماز بیفزایند و بگویند و فرمان همایون شرف نفوذ یافت که در بازارها اسفاق زبان به طعن و لعن ابابکر، عمان و عثمان بکشایند و هر کس خلاف کند سرش را از تن بیندازند. بعد میگویند که در مثلا در شهر طبس که اینها به آیین اهل سنت بودن، قاضیان یعنی جنگجویان، اینها به طبس تاختند و هر که را یافتند به عالم دیگر روانه کردند، روانه ساختند. قریب 7000 کس از مردم طبس کشته شدند. و بعد میگه ایشان بالاخره بعد از این کشته شدن آتش پادشاه اندکی فروکش کرد و بعد سپس به شهرهای دیگر رفتن. و روی هم رفته میگوید که شهری نبود که شاه اسماعیل دستور کشتن اهل سنت رو ندهد. و حتی در هرات بزرگترین روحانی اهل سنت هرات رو که یکی از آدمهای بسیار بسیار نامآور بود، او رو خواستن که وادارن که شیعه بشود، شیعه نشد. او رو بستند و روزانه بخشی از گوشت او رو میبریدند تا رفته رفته در 10 روز او کشته شد، درگذشت. و به این ترتیب مردم هرات هم شیعه شدند. شیعه شدن مردم ایران به ضرب نه تنها شمشیر بوده، بلکه شمشیر بسیار خونریز و با شتابی خیلی بیش از این دوران 100 سالی که کارد قصابی بوده مسلمان ایرانیان رو مسلمان کردند. بله از کردم با کارد قصابی بوده، با کاملا با حالت قصابی بوده. بعد حتی ببینید به کسانی مانند مشعشعیان رحم نکردن. مشعشعیان اینها البته به همون اندازه شاه اسماعیل آدمهای خونریزی بودن، ولی شیعه بودن، ولی از شیعه 12 امامی نبودن. به اینها هم رحم نکردن، به شیعیان زیدی هم رحم نکردن، اونها رو هم کشتار کردن تا توانستن
مردم ایران رو وادارند که یک سر به آیین شیعه 12 امامی بپیوندند. اتفاقا سوال بعدی من همین بودش که آیا در اون زمان که شمشیر شاه اسماعیل در کار بود ما یک گروه متنفذ یا پرشمار آخوند یا فقیه شیعی در ایران نداشتیم یا داشتیم؟ خیلی خیلی به هر حال پرسش بسیار بسیار با ارزشی است، چون ببینید اگر این بخش بزرگی از مردم ایران شیعی بودند ما باید یک شمار انبوهی از آخوند شیعی هم در ایران می داشتیم که خب بر پایه اون باوری که اشاره کردم چگونه شیعیگری شکل گرفته، این آخوندها میاندار یا رابط میان مردم شیعیان با امام ناپیدا و از اون راه با خداوند و امامان باشن، در حالی که چنین نبوده. یعنی در هنگامی که در اون هنگامی که شاه اسماعیل سر بلند می کند و به تبریز می تازد، این باز به گفته حسن روملو که یکی از برجسته ترین تاریخ نگاران اون دوران است در احسن و تواریخ، میگوید که این خیلی جالب است جناب مهری، من این رو بازخوانی کنم عین عبارت این نویسنده احسن و تواریخ رو، میگوید در آن دوران مردمان از مسائل مذهب حق جعفری و قواعد و قوانین ملت ائمه اثناعشری اطلاعی نداشتند. در دورانی که شاه اسماعیل آمده و داره اسلام شیعی رو گسترش میده، زیرا که از کتب فقه امامیه چیزی در میان نبود و جلد اول از کتاب قواعد اسلام که از جمله تصانیف سلطان العلماء شیخ جمال الدین حسن ابن یوسف ابن مطهر هلیز که هفته پیش بهش اشاره کردیم، که شریعت پناه قاضی نصرالله زیتونی داشت. ببینید این زیتونی یکی از دو نفری است که دو آخوند پیرامون شاه اسماعیل بودن، یکیش زیتونی است و دیگری شمس الدین محمد گیلانی یا ملا شمس لاهیجی. این دو نفر تنها آخوند نام‌آور اون زمان بودند که از پیرامونیان شاه اسماعیل به شمار می آمدن. شیعه بودن؟ این دو نفر شیعه بودن؟ بله دیگه، بله طبیعتاً، بله اینا پیرامون شاه اسماعیل بودن. این آقای همین حسن روملو میگوید که این کتاب، دوباره میخونم، کتاب شمس الدین مکی عاملی رو که کتاب اشاره میکنه، میگوید این کتاب اسمیاره، میگه این کتاب جلد کتاب قواعد الاسلام ایشان رو اصلا جز این رو کسی، این که این زیتونی در دست داشته، کتاب دیگری در دست نداشتن. همین نکته خیلی مهمه جناب مهری، این آشنایی این روملو با آیین شیعی اینقدر اندکه، این تاریخ نگار عصر صفوی است، شیعی است، آنقدر اندکه که نام کتاب رو اشتباه کرده. یعنی کتابی که قرار است این زیتونی به همراه داشته باشه و با این کتاب آیین شیعی رو به شاه اسماعیل نشون داده باشه، همچین کتابی وجود نداره. کتابی به نام قواعد اسلام نوشته علامه مطهر هلی وجود نداره. ایشان نام دو کتاب رو با هم درآمیخته. این میزان ناآگاهی از حتی آیین شیعی در دوران فراز شاه اسماعیل به فرمان روایی است. یعنی آمده کتاب شرایع اسلام رو که محقق هلی نوشته، این کتاب رو با کتاب قواعد که نوشته مکی عاملی شهید اول است، این دو اسم، این دو نام رو با هم درآمیخته، کتابی درست کرده به نام قواعد اسلام. ما همچین کتاب فقهی نداریم، در دست نداریم. این کتاب یا کتاب قواعد یا شرایع الاسلامه که به نام شرایع شناخته میشه و در حوزه ها درس داده میشه. البته از این دو آخوند، که این دو آخوند بسیار بسیار مهم دوران، آخوند دوران شاه اسماعیل بودن، یکی از اونها به نام شمس الدین لاهیجی
شمس‌الدین محمد گیلانی یا شمس لاهیجی، هر دو آمده، این آموزگار قرآن و درس دینی شاه اسماعیل بوده و آنچنان بی سواد و فاسد بوده که پس از 6 سال که رئیس دیوان دینی شده، خود شاه اسماعیل به دلیل فساد دستور داده سر او رو بریدن. و این زیتونی دیده که اوضاع خیلی بده، سفارش کرده به شاه اسماعیل که شما از بیرون از ایران، از جبل عامل و از سرزمین‌های شینشین بیرون از ایران، آخوند شیعی وارد ایران کنید اگر می‌خواهید آیین شیعی گسترش بده بکنه، چون آخوند شیعی ما در ایران بسیار بسیار اندک داشتیم. این دو مورد رو که اشاره کردم، اینها نام‌آورترین آخوندهای بسیار کم دانش اون دوران بودن که هیچ نوشتاری از اونها در دست نیست. آقای امینی، آیا روزخانی و رفتن بالای منبر و به گریه در آوردن مردم در مورد شهیدان کربلا پیش از دوران صفوی برقرار بوده یا این هم از نیرنگ ها و ترفند های دوران صفویه؟ برید سوگواری برای کشته شدگان در کربلا، که البته ما آگاهی های بسیاری در مورد اون نداریم، ولی به نظر می آید که سوگواری برای خاندان حسین در میان مسلمانان اینجا و اونجا وجود داشته، حتی در میان اهل سنت. اما ماجرای روزه خواندن خیلی از این لحاظ جالبه، چون این پدیده روزه خواندن نزدیک به 40 سال پیش از فراز شاه اسماعیل به پادشاهی آغاز میشه و چیزی به نام روزه اصلا وجود نداشته و کسی که این کار را آغاز میکنه یک آخوند منبری اهل سنت هست که این کار را میندازه و بعد روزخانی میشود یکی از کارهایی که شیعیان به خودشون اختصاص میدن. کمال الدین حسین بیهقی کاشفی سبزواری، معروف به ملا حسین کاشفی، همه اینا اسم این نفره؟ بله بله بله، یا ملا حسین واعظ. اینا خب در اون دوران میدونی که اسم فامیل که نبوده، بنابراین باید افراد رو با نام شهر میشناختن. این کمال الدین حسین اول بیهقی بوده و بعد سبزواری شده و در نتیجه بیهق و سبزوار که یکیه، یکیه، ولی خب به یه موقعی میگفتن بیهق بیهه، بعد شده سبزواری، بعد شده بیهقی کاشفی سبزواری، ملا حسین کاشفی یا ملا حسین واعظ. این یک صوفی سنت مذهبی بوده در هرات، سنی مذهب، ببخشید، سنی مذهبی بود در هرات و این علاقه داشته، اهل شعر هم بوده، که در منبر سخن از به فارسی و گاه عربی سخن از درد و رنج خاندان حسین و کربلا میکرده و مردم گریه میکردن و در سبزواری هم که اهل مردم شیعی بودن از اون دعوت میکردن که برود و همین روزه ها رو در اونجا بخواند. یه کتابی به نام روزه هم بوده، روزت مصطفی. این شانس آورده این بیچاره که یه چند سال پیش از چیرگی شاه اسماعیل بر هرات درگذشته، وگرنه شاه اسماعیل دستور میداد او رو هم به دلیل اینکه هم اهل سنت بوده، هم به نقشبندی تعلق داشته، از عارفان نقشبندی بوده، او رو هم شاید بکشن. در نتیجه این روزخانی نه از سوی یک فقیه شیعی بلکه از سوی یک عارف منبری اهل سنت شافعی نقشبندی در میان شیعیان روان می شود و شیعیان این رو به عنوان آیین خودشون میپذیرند و در دوران صفوی روزخانی به اوج میرسه. در دوره صفوی، جناب مهری، خیلی جالب است این رو خدمتتون بگم، شاه اسماعیل به روزخانی چندان پایبند نبوده. فرزند او شاه طهماسب به روزخانی وفادار بوده. شاه اسماعیل سخت پیرو شاهنامه خانی بوده. میدانید که این پادشاهی که آیین شیعی رو در ایران بنیاد نهاده ولی چیره کرده، نام فرزندانش نامهای شاهنامه‌ای است. سام، زال، طهماسب،
یعنی نام های عظیم است. نام دخترش نام شاهنامه ای است، نام دخترانش. و شاهنامه خانی رو نه تنها در ایران گسترش میداد، بلکه چند شاهنامه خان برجسته رو با خودش همراه میکنه از کاشان و شهرهای دیگر، و در هنگام جنگ اینها شاهنامه میخواندند. ولی فرزند او شاه طهماسب که از خود او هم پایبندی های مذهبی بیشتری داشته، روزخانی رو در ایران رواج میدهد، و به ویژه در دوران قاجار هست که روزخانی در ایران در میان اهل منبر گسترش پیدا میکنه و تبدیل میشود به یکی از ابزارهای در واقع جلب مردم، گریاندن مردم و جلب مردم. آقای امینی، پایگزاران دولت صفوی چه ترفندها و برنامه هایی برای آخونده ریختن که اونها رو به سیاست و اصلا به ایران باز کردن، پاشون به ایران باز کردن؟ میدانیم که بسیاری از این فقیهان از بیرون مرزهای آن روزگار ایران و بیشتر از جبل عامل آن روز و لبنان، لبنان امروزی، به ایران آمدند. اینها چه کسانی بودند؟ شمار آنها چقدر بوده؟ چه جایگاهی در نظام دولتی صفوی داشتند؟ ما خوشبختانه اسناد زیادی در دست داریم که در این باره به ما یاری میرساند و نشان میدهد چگونه در دوران صفوی ما با یک پیدایش یک شبکه گسترده آخوند در ایران روبرو هستیم. نخستین بار در دوران خود شاه اسماعیل است که همین زیتونی که از اون نام بردم، که یکی از دو آخوندی است که با شاه اسماعیل به تبریز میآید، او که میدانسته ما یک گروه پشتیبان از آیین شیعی در ایران نداریم، او از شاه اسماعیل میخواهد که یکی از بزرگان آخوندهای برجسته اون زمان رو که بیرون از ایران میزیسته، علی ابن عبدالعالی، به نام‌آور به محقق کرکی رو، که میدونید کرک یک بخشی است در جبل عامل در سوریه امروز، روستایی است که این روستا به نظر میآید که در این آبش چیزی بوده که آخوند پرورش میداده، هنوز هم پرورش میداده. و این محقق کرکی با دعوت شاه اسماعیل به ایران میاد، دوام نمیاره، یعنی قزلباشان به او امان نمیدند و خیلی زود از ایران میرود و دوباره در زمان شاه طهماسب صفوی به ایران برمیگرده. هنگامی که در دوران شاه طهماسب این محقق کرکی به ایران باز میگرده، شاه طهماسب به او یک فرمانی میدهد که دیگر نمیتوانستند این قزلباشان با او در بیفتند. فرمانم خیلی جالب هست. در این فرمان او رو شیخ الاسلام خود میکنه، یعنی شاه طهماسب میگوید که او شیخ الاسلام ایرانه، یعنی بزرگترین، بلندپایه‌ترین جایگاه دینی رو در ایران داره. و یک نامفرمانی صادر میکنه، این فرمان در دست هست. در این فرمان مینویسد که او ختم مجتهدان، وارث علوم سید پیامبران و نگهبان آیین امیرالمؤمنین، قبله تقوا پیشگان با اخلاص و پیشوای دانشمندان، مقتدای مردم و نایب امام زمان، علی ابن عبدالعالی مقرر فرمودیم که سادات و اشراف ایران، وزرا و سایر ارکان دولت ایشان را مقتدا و پیشوای خود دانسته، در تمام امور اطاعت و فرمانبرداری به تقدیم رسانند و نیز هر کس از دستندرکاران امور شرعیه و از لشکریان حکومت را که این کرکی عزل کند برکنار خواهد بود و هر که را مسئول کند مسئول خواهد بود و مورد تایید است. ببینید این فرمان در تاریخ ایران مانند نداره که پادشاهی که به ضرب شمشیر پدر بر تخت شاهی نشسته، یک کسی رو که فارسی هم نمیدانه و از جبل عامل آمده، محقق کرکی رو، البته اون هنگام گویا محقق کرکی در
پله میزیسته یا نزدیک بغداد، مطمئن نیستم، او رو به ایران دعوت کنه و به او فرمانی بدهد که بگوید شما بلند پایه ترین جایگاه رو نه تنها در امور دینی داری، بلکه در امور لشکری و کشوری هم فرمان شما فرمان امام زمانه. و خود شاه طهماسب میگوید که فرمان او، یعنی این محقق کرکی، بر فرمان پادشاه هم برتری داره. به این ترتیب با همه اون پیش درآمدی که در این دو برنامه گذشته و نیمی از برنامه امروز با شما در میان نهادم، ساختار روحانیت شیعه در ایران باید گفت زیر سایه شاه طهماسب و با سرپرستی محقق کرکی در ایران گسترش پیدا میکنه. و محقق کرکی نخستین حوزه علمیه رو، مدرسه درسی دینی رو برای طلاب در کاشان به وجود میاره و این و پول کلانی هم در اختیار او قرار داده میشه. و از این هنگام باز به سفارش محقق کرکی، کوچ گسترده بزرگان دینی از دیگر سرزمین های شینشین به ایران آغاز میشه. برخی از پژوهشگران توانستند نام 280 نفر از بزرگان دینی رو که از سه منطقه بزرگ، از لبنان، از سرزمین های شینشین عراق امروز و از بحرین، در واقع احسا در جنوب عربستان امروز که بحرین خوانده میشد، به ایران کوچ کنند، اینها رو، نام اینها رو توانستن رده بندی کنند و زمان کوچ اونها رو. و به این گونه هست که ما با پیدایش ساختار روحانیت شیعی در ایران روبرو هستیم. خیلی جالب است، این سفر تاریخی رو باید شما خوب بنگرید که آیین شیعی رو ایرانیان به راه انداختند. پیرامونیان امام ناپیدا، بیشتر اگر هم امام ناپیدایی بوده باشد یا اونهایی که نایب بودند، خودشون رو نایب می‌دانستند، بیشتر ایرانی تبار بودند که نام‌آورترین اونها نوبختی است و خاندان اون. این چهار کتاب بزرگ فقه روایی شیعه رو ایرانیان نوشتند. سه نفر فقیه ایرانی در واقع اینها رو گردآوری کردند که در گذشته به اونها اشاره کردم. ولی این آیین پس از اینکه از سوی ایرانیان به وجود آمد، سفر کرد و در ایران نماند و رفت در بیرون از ایران پرداخته شد و سپس در دوران شاه اسماعیل صفوی که به یاری شمشیر قزلباشانی که از میانه ترکیه امروز به ایران کوشیدند و ایران رو شیعه کردند، به درخواست او این کسانی که در سرزمین‌های دیگر پرورش پیدا کرده بودند راهی ایران شدند و روحانیت شیعه ایران به این گونه شکل گرفت. و ما با پیدایش روحانیت شیعه در یک چنین دوران، باید گفت 800 ساله 700 ساله روبرو هستیم که نطفه اون در بررسی و برخورد به ناپدید شدن امام 12 ریخته می شود. اندیشه اون از سوی نویسندگان کتب اربعه، کتب چهارگانه، کتاب های چهارگانه و دیگر فقیهان شیعه ریخته می شود. ولی هنگامی که شاه اسماعیل به ضرب شمشیر ایران رو شیعه می کنه، فرزند او به یاری این کوچندگان از سرزمین های دیگر، کسانی که به دعوت اونها به ایران آمدند، ساختار روحانیت شیعی رو در ایران بنا می نهند. و این کوشش تا جایی پیش می رود که وقتی ما به دوران، به اوج دوران صفوی، یعنی هنگامی که شاه عباس در قدرت هست، می رسیم، دورانی که دوران به هر حال زرین پادشاهی صفوی است، دورانی که امپراتوری صفوی در اوج قدرت است، پس از شاه عباس دومین مقام در ایران در دست شیخ بهایی است. شیخ بهایی کسی است که در 8 سالگی همراه پدرش، یکی از این کوچندگان است، به ایران آمده،
شیخ الاسلام و رایزن ایران است و تقریبا میتوان گفت پس از شاه عباس یکی از برجسته ترین جایگاه رو در اداره کشور داره. و هموز که نخستین بار یک رساله دینی به نام جامع عباسی به دستور شاه عباس به فارسی می نویسه و این جامع عباسی نخستین کتاب توضیح و مسائل شما خوندینش؟ بله بله، کتاب رساله عملیه می شود که بعدها پایه کتاب های دیگر، رساله های عملیه دیگر می شود، چون پیشتر عربی می نوشتند. البته 16 سال پیش از او دیگه کس دیگری این کتابی به زبان فارسی نوشته، ولی نامآور مانند شیخ بهایی نبوده. و این شیخ بهایی که شعر هم می سروده، فارسی بسیار بسیار زیبایی هم داشته، مثنوی نان و حلوا، بله، و کشکول و خیلی کارهای دیگر. او در واقع این کتاب جامع عباسی رو نوشته که دستور فقهی اجرایی شیعیان در ایران هست و نشان میدهد که در اوج دوران صفوی قدرت روحانیت شیعی در ایران به کجا رسید. البته در هفته آینده من بیشتر به دوران سلطان حسین و قدرت روحانیان اخباری در اصفهان خواهم پرداخت. بسیار عالی است. خیلی ممنون آقای امینی عزیز، با تشکر از همیهنان عزیز که توجه فرمودن به این برنامه و با سپاس از کارگردان برنامه. شب و روز همگی خوش.